در چند هفته پسین طالبان به شدت برای سقوط ولسوالی ها آستین بالا زدند. به روز یک شنبه ولسوالی ارغنداب زابل به دست طالبان افتاده است، اما حکومت سقوط را نمیپذیرد و آن را عقب نشینی تاکتیکی مینامد. ولسوالی مکر یا د ولسوالی مقام سقوط وکړ او د اردوی ملي کنډکت انتقال شو. د اردوی ملي کنډک هم تیره شپه تاکتیکي شاتګ وکړ او ولسوالی تخلیه کړ. ولسوالی د طالبانو لاسته ولوېده. منابع مردمی میگویند ولسوالی های ساغر در غور و لاش و جوین در فرا در یک شبانه روز گذشته نیز به دست طالبان افتاده است. در ولسوالی پشرود فرا هم جنگ به شدت ادامه دارد. منابع دولتی در زمینه چیزی نمیگویند. مقام ها در قلوردوی 205 اتل در جنوب کشور میگویند در مشوره با مردم و تصمیم مقام های نظامی مکان برخ ولسوالی ها را تغییر دادند و خبر از سقوط نیست. جوین ولسوالی ده او د پشترود ولسوالی ده باندې حملات درلوشتله چې متاسفانه از مود جوین ولسوالی سقوط سوا. غور د حالت یک فاجعه قرار داره. 100 تا از ولسوالی ها همزمان پی هم سقوط کرده. اردو شورا بروی مرکز شهر مسدود هست. اعضای شورای ولایتی کندز هم تایید میکنند که مرکز ولسوالی علی‌آباد و چند پاسگاه بامداد یک شنبه به دست طالبان افتاده است، اما مقام های محلی آن را تایید نمیکنند. در ولسوالی علی آباد و خانواد بالای پستهای نیروهای امنیتی دشمن حملات گسترده‌شان را اندازه‌گیری کرده بودند. در زون شرق و جنوب شرق نو ولسوالی گواه شدیدترین حملات در 24 ساعت گذشته بوده که 42 نیروی خیزش مردمی در گردیز به طالبان تسلیم شدند و از اثر پرتاب یک هاون در ننگرهار 5 عضو یک خانواده کشته و یا زخمی شدند. در شمال نیز نبردها در ولسوالی شولگر بلخ شدت گرفته است. 8 ولسوالی ما زیر تهدید بلند قرار داره. ولسوالی شولگر هم در معرض تهدید قرار داره. اما در این میان به طالبان نیز تلفات سنگینی وارد شده است. به اساس آمار وزارت دفاع ملی یک شبانه روز گذشته 180 طالب در چند ولایت کشته شدند و ریاست جمهوری هم از توانایی بلند نیروهای امنیتی در برابر طالبان سخن میزند. نیروهای امنیتی و دفاعی کشور توانایی کامل برای تامین امنیت و دفاع از تمامیت ارضی افغانستان را دارد. اطمینان ما بر مردم عزیزی است که دشمن در ساحات که تهدید بلند را ایجاد کرده شکست کمرشکن خواهد دید. حکومت تاکید میکند که طالبان با انجام حملات بر غیر نظامیان تمرکز کردند و نظامیان افغان توانایی آن را دارند تا این گروه را شکست دهند.